وزارت مالیه آمریکا در اعلامیه‌ای که روز گذشته منتشر کرد از مجموعه 6 فردی که گفته می‌شود عضو شبکه القاعده هستند نام برده می‌گوید یک تن از این افراد با آگاهی کامل ایران در این کشور فعالیت می‌کند. عزالدین عبدالعزیز خلیل، عطی عبدالرحمن، امید محمدی، سلیم حسن خلیفه راشد کواری، عبدالله غانم محفوظ مسلم خوار و علی حسن علی عجمی افراد هستند که این وزارت از آنها نام می‌برد. از سوی همین بیانیه به گونه جدی ایران را به انجام معامله پنهانی با شبکه القاعده و دادن اجازه فعالیت به عوامل سرشناس این شبکه متهم کرده است. امروز ایران بزرگترین دولت حامی تروریسم در جهان است. این کشور به گونه مستقیم به شبکه القاعده موقع داده است تا آنان از این کشور به عنوان یک مجرای مهم که از طریق آن پول، نیروی انسانی و دیگر تجهیزات را انتقال می‌دهد استفاده کند. از سوی هم در این گزارش عزالدین عبدالعزیز که یکی از فرماندهان ارشد شبکه القاعده در ایران به شمار می رود با آگاهی دولت این کشور در ایران فعالیت دارد و عطی عبدالرحمن نیز که از فرماندهان ارشد شبکه القاعده در بخش های قبیله نشین پاکستان به شمار می رود به گونه متواتر بدون محدودیت به ایران سفر کرده است. مقام های ایرانی روابط افراد بیشتر را